دعواها گفتم داره به جاهایی میرسه که اخباری هم داره میرسه آقای داوری هم مشاوران سابق احمدی نژاد عکس آقا مشتبه رو گذاشته و گفته که بعدها تاریخ خواهند نوشت که نقش بینش و منش و روش این مرد بزرگ در مقابله با پروژه کره شمالی شدن ایران چه بود توسعه ایران به آقا مشتبا مدیون است خب ببین این واژه رو خیلی دقیق داریم میگه حتی این که حالا گروه بابای مشتبا خامنه ای را ولی من میخوام از دل این نوشته یک چیزایی به دست من میرسه ایشون با دقت از واژه توسعه استفاده کرده میگه توسعه ای ایران یادمون باشه کدوم جریان به قول آقای پناهیان سمت آقای پناهیان شما جواب بدی کدوم جریان مشکل داره با توسعه همه بگید جلیلی دیگه طیف جلیلی مهدی جمشیدی میگفت میگو آقا چرا شما فکر میکنید الگوی پیشرفت کشور باید توسعه باشد الگوی پیشرفت نباید توسعه باشه چون توسعه یعنی چی؟ یعنی تمدن یعنی شهرسازی و هر چقدر شهرسازی بشه چی میشه؟ قرآن میره توی حاشیه دیگه چون قرآن کتابیست برآمده از زندگی بیابانی برآمده از زندگی ساده روستایی حالا اگر قضیه شهرنشینی و اینا هی بخواد گسترده تمدن بشه هی تا بریم به سبت تکنولوژی و توسعه قرآن چی میشه به آقای پناهی ها چیزی دیگه قرآنه دیگه به خاک میره قرآنه زائل میشه اینجا داره بس میگه که آقا توسعه ای ایران مدیون آقای مشتبا داره میگه یعنی چی یعنی مشتبا جوره جلی طیف جلیلی وایستاده و اینی که ما مشتبا پشت آقای قالی بافون ما شکی نداریم تو بگم یعنی این دیگه تحلیل نیست من البته با واسطه با واسطه اونم نه یکی تقریبا از سه نفر کسانی که مطمئنم اطلاعات دارن که مشتبا ای پشت آقای قالیباف بوده البته تحلیل منم هم همین بود من تحلیل دارم منتها با واسطه از سه نفر و از سه جای مختلف میدونم که مشتبا خامنه ای کاملا پشت در حقیقت آقای قالیباف بوده و اینجا میگه جله پروژه کره شمالی خب جریان جلیلیه میخواد ایرانو ببره به سمت کره شمالی یا طالبانیسم و این خب جالبه دیگه دعواهای داره رو میشه حالا زیر این پست آقای داوری که دعواها و زد و خوردها و شهدایی داد زیر این پست یه شهید شدن یکی دیگه اومده نوشته که بماند به یادگار خیلی ممنون جناب ایران پرست عزیز بابت اینکه 5 تا هدیه گرفتید برای دوستان زنده نه خودتون چیز عضو 5 ماه در حقیقت عضو یوتیوب ما شده. زنده باشید آقای حسین هرندی از جریانات سوپر حزب میگه بماند به یادگار در آینده جریان انقلابی مجبور خواهد شد که از آقای پزشکیان در برابر برخی از جریانات تندرو در خیمه اصلاحات دفاع کند اینا خیلی نکات مهمیه البته این اتفاق افتاد در دور دوم بخشی از بدنه سوپر حزب مجبور شدن به پزشکیان رای بدن اینم خیلی نکته مهمیه به خاطر که جریان جلیلی یک جریانی زامبیوار که بخشی از خود سوپر ها ازش ترسیدن و اینا میگم خامنه یه بازی را انداخته درسته پزشکیان نمیتونه مثلا حرف درست حسابی بزنه ولی پزشکیانه دست کم هر خودش هم بنده خدا میگفت میگفتش که من خوبی اینه که میدونم نمیفهمم مشکل جلیلی اینه که اینو نمیدونه یعنی <laughs> این هم خودش یه نکته ایه و اینا معامله کردن پزشکیان و طیف اصلاح با آقای خامنه ای معامله کردن و ریشش هم من به نظرم برمیگرده در آبان 401 و از دل دیدار چند ساعته ای آقا مشتبا با خانم فاطمه هاشمی دختر بزرگ هاشمی رفزنجانی و من فکر میکنم یک سری از مهندسی ها و تصمیمات ریشش در اون دیداره و البته ترس اینکه آقا اگر نظام سقوط کنه یک واقعیتی وجود داره بحث موجودیتشونه یعنی اصلاح طلبان میگن آقا ما الان مشکل داریم با جمهوری اسلامی چون ما رو گذاشته کنار و فلان و بهمان اینا اصلا به هر دلیلی با بحث شخصی سیاسی اصلا ارق وطن از هر دلیلی که بگیم یا هر چیزی که میگم با هر نیتی که بگیم ما مشکل داریم با جمهوری اسلامی ولی اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه این ایزان براندازی که ماها باشیم الان تو خارج از کشور مثلا از همین الان شعار میدیم که مرگ بر سفاسد چه ملا چپی مجاهد میگه اگر من الان نظام سقوط کنه من هم اونم اپوزیسیونی به خود از جنس حالا طیف های مختلف به خصوص از طیف هواداران آقای رضا پهلوی که همه هم با یه چوب میزنن میگه اگر ما سقوط بکنیم تکلیف من جواد ظریف تکلیف من اصلاح طلب با اون سوپر حزب اللهی مثلا امیر حسین ثابتی یکیه با این ما داریم بحث رئال میکنیم ما پس مجبور اول و آخر یه جورایی با خود حکومت کنار بیاد حداقل برای حفظ خودش و اینا معلوم کنار اومدن یعنی یه معاملات سنگینی پشت پرده بعد از کشداری که اینا از زن و بچه مردم در شهریور 401 انجام دادن الان داره رخ میده آقای امین پاکدل از همین جریانات سوپر نوشته از روز اول انتخابش مجبور به این کار شد حقیقتا تو خواب هم نمیدیدیم که یک روز مجبور باشیم از یک اصلاحاتی در مقابل یه عده منحرف سوپر انقلابی دفاع کنیم این خیلی اتفاق بزرگیه که بدنه انقلابی درگیریاشون با هم جدی شده و طیف جلیلی تونسته که تو دهن خامنه ای بزنه دست کم با فریب دادن بدنه اجتماعی خامنه ای بتونه تو دهن خود خامنه ای بزنه این خودش برای من جذابیت قضیه رو بالا میبره علی جعفری از نوچه های آقای در حقیقت جلیلی گفته که و ما همچنان در برابر لجن پراکنی ها تهمت ها و بی اخلاقی ها به توصیه آقا سعید صبر و سکوت پیشه میکنیم غلط کردی یکی دیگه از اینا مهدی علوی که از هواداران آقای جلیلیه اینجا نکته مهمی رو اشاره گفتم بعضیاشون تو فضای توییتر بعضیاشون تو فضای هیئت‌هایی هایی که شبا داره برگزار میشه دارن سوتی میدن و دارن شمشیر رو دیگه علی خود خامنه علنی میگیرن این شمشیری که داره قلاف در میاد توسط اصلاح طلب و برانداز و مردم صرفا نیست دیگه کار به جایی رسیده جریان تالبانیس و سوپر ایران علیه خامنه ای شمشیر رو داره میکشه میگه اگر نظام منحرف نشده بود دقت کن اگر نظام منحرف نشده بود و با تایید صلاحیت لیبرال اسلامی ها و قومگرایان مردم سالاری دینی را از بین نبرده بود الان حاج سعید که رئیس جمهور مؤمنین است رئیس قوه مجریه بود وا مصیبت ها بچه ازبالله خامنه ای پا رسول اسلام وا مصیبت قرآن را نادیده گرفت خامنه ای و مصیبتا. آره قشن میرید درنش را سرویس کنی کسران نوروز مرسی بابت استیکر نارنجی و درد و بلد بخور تو سر از حسین اصلا یه لعنت بر حسینی بیاید بچه ها آقای محمد حسین محتشم اینو الان بهتون میگم یه نگاه کنم کجام اوکی اینم بگم اونم بگم اونم باشه اوکی مرسی آقای محمد حسین محتشم میگه که مولا علی علیه السلام وقتی به مساف خوارج رفت از لشکر چهار هزار نفره آنان فقط نه نفر را زنده گذاشت اینجا داره تیکم میندازه به رایفی پور و داره میگه که حواستون باشه یعنی ما اگر بیفتیم ما هواداران اصیل خامنه ای بیفتیم به جان شما هواداران جلیلی و هواداران در حقیقت رایفی پور ازتون هیچکی رو باقی نمیذاریم این تهدیدش اینجا نه همچین جنسیس. اما به نظر من مهمتری این آقای مهدی کلید کلید چی کلید داری کلیداری آقای کلیداری مهتی، امیر مهتی کلیداری گفته که اینم از هواداران جلیلیه مرسی این چیه داستان اینجا بله میگه که درسته که سعید جلیلی آخرین رئیس جمهور آخرین رئیس جمهور جمهوری اسلامی نشد آخرین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نشد اما شاید بتونه اولین نخست وزیر دوران زعامت زم... آیت الله خامنه باشه اخ هروم لقمه خب یه خود آدمتر زعامت بگو مثلا چه میدونم پیشوایی یا چه میدونم یه همچی چیزی پیشواست دیگه از میشه پیشوا دیگه اگه اشتباه نکنه این واژه رو کجاتون در میاد تا لازم به چش شما خورده زعامت من نشیده بودم مثلا خب بگو پیشوایی دیگه مثلا چرت و پرته میگه آیت الله خامنه ای بشه اما به شرط و شروطا ببین از همین الان دارن میگن که ما بساط جمهوری میخوایم جمع کنیم و قضیه رو بکنیم به سمت نخست وزیری و سعید جیلی بشن اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی یا پزشکیان یا آقای پوزیره آخرین رئیس جمهور برنامه کودتاشون جدی مرسی جناب امین بابت استیکر اما خود خامنه ای نظرش در مورد دولت در سایه آقای سعید جلی چیست این خیلی نکته مهمیه یعنی خود خامنه ای چرا داره هرس میخوره سال هاست داره از سعید جلیلی هرس میخوره منتها اینا اینقدر جا پاشون صفر شده بلکه میدونیم خامنه ای ما بعد میدونیم که خود خامنه ای به خاطر اینکه مرجعیت نداره و اصلا آیت الله هم نیست از نظر فقه اسلامی فقه تشیع ضعف های خیلی شدیدی داره در بین روحانیون جریان پایدارچی و اینا دیگه اون روحانیون تندی که به مانند آقای میرباقری و غیره و برای همین نتونسته سید جلیلی رو یه جورایی قشن تنظیمش کنه اما خامنه قبلا نظرش رو در مورد کارهای سعید جلیلی غیر مستقیم بیان کرده ما این بخشی از های خامنه ای رو گوش کنیم که در مورد دولت در سایه آقای سعید جلیلیه قبلا نظراتش رو گفته دعوا کردن راه اصلاح نیست دعوا کردن راه اصلاح نیست همچنانی که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم کار اصلاح نیست اینی که آقای جنتی فرمودن که کار جهادی این کاملا حرف درستی است کار جهادی باید انجام بگیره اما به وسیله کی به وسیله خود مسئولین در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیره یعنی چی یه دولت صدر سایه غلط کردی را انداختی تو اگر میخوای کاری کنی باید بری زیر نظر رئیسی زیر نظر پزشکی زیر نظر رئیس جمهور اونجا برنامه تو ارائه بدی نه اینکه بیرون از دولت بری برای خود تیم درست کنی برنامه بنویسی دولت درست کنی بعد بگی دولت در ساگه یعنی خامنه ای اون موقع اعتراض کرده بود و تیکه انداخته بود به آقای سید جلیلی و آقای روحانی رفته رو گفته این مرتیکه داره دخالت های چیز میکنه یه جا دیگه داره کارهای دیگه میکنه بله یه موردی ممکنه باشه که دست، مسئول دستگاه دولتی قانون جوابش نده احتیاج باشه یه کار برخلاف قانون انجام بده احتیاج باشه از ما اجازه بگیره که ما حتما همراهی و کمک خواهیم کرد این مشکلی نداره مثل کاری که رئیس محترم قوه قضاییه کرده اما کار رو باید خود مسئولین مربوطه انجام بدن کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفقی نیست این تجربه قطعی این حقیره در طول این سالها باید کار رو با... جهادی بله باید انجام داد متعا جهادی رو کی انجام بده مسئولین مربوطه باید این رو انجام بده خب یه اصابت خامنه ای و تکلیفش رو با طیف جلیلی میتونیم دیگه بدونیم و از الان به بعد پیشمینی که میشه کرد یعنی چیزی که الان داده هایی که از ایران داره میرسه یا به تو فضای سیاسی داره میرسه این داده ها نشون میده که بسات جریان سعید جلیلی و آقای رایفی پور به هر حال باش برخورد میشه حالا تا چه میزان برخورد آیا منحلشون میکنن محدودشون میکنن تا چه میزان محدودشون میکنن اینا نمیتونیم الان بگیم چون ما که خبر نداریم ولی چیزی که روشنه فضا به سمت برخورد با طیف جلیلی و پایدارچیا جریان نگیم بهتر بهتر به واژه طالبان بگیم ببین شما اگه یه ذره شک دارید که اینا طالبانن دیشب امیر ثابتی که تو برنامه علیزاده یک شما من گوش کردم راس حالا شدم براتون تحلیل کردم حالا بعد بشم چون الان مطالب اینقدر زیاده به امیر ثابتی نرسیدم کسی که میگفتش که نظرسنجی‌ها داره نشون میده که آقای سعید جلیلی 40 50 درصد داره آقای قالیباف 20 درصد و آقای پوزیده 12 درصد تویتش هست دیگه نظرسنجی از نهادهای خاص به هر حال اون نظرسنجی رو لوله کن بکن حالا کاری ندارم شاید حالا بعد اومدم نشستم قشنگ نشون بدم که چه جوری دیشب در یک برنامه‌ای که میخواستن مثلا یه خود چهره جلیلی رو بشورن بره مثلا یه خود تلطیفش کنن آقای ثابتی رسما داره میگه من طالبانم میگه ما طالبانیسمیم رسما یعنی تمام اتهاماتی که زده شد رسما داره گردن میگیره منتها با ادبیات پیچوندن خودش حالا اونم تو ظرف سه چهار شب آینده قطعا تحلیل میکنه به جناب وارتان درود بر شما اما در کنار این قضیه که حالا پس برخورد حمایت کامل آقای خامنه ای رو از پوزیده دیدیم و لوات نشان کاملا پشت آقای پوزیده قرار گرفته و ناراحتی اینها رو از طیف دست کم اینجا آقای سعید جلی رو بررسی کردیم که دیشب البته بررسی خیلی سنگین تری بود